به حضور ملت ارجمند و ملت ورجاوند ایران در درون و برون ها با کرنش به روح کوروش بزرگ داریوش بزرگ رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی و بانو شهبانوی ایران و بخصوص با تقدیم احترام به حضور شاهزاده عزیز رضا پهلوی و مهربانو یاسمین پهلوی با درود به حضور همه شما که به من مرحمت دارید لطف دارید تلفن کردین ما رو راهنمایی میکنید محبت میکنید و خیلی هم که خب فوش بد بیرا به من میدید کسایی که به خصوص یا توافقی با شاهزاده ندارن بسیار از حرفای من نگران نگران میشوند و ناراحت میشوند برحال امیدوارم که خداوند به شما هم اه یک اه آگاهی بدهد و بیشتر ببینید که در دنیا چه میگذرد. امروز صحبت من درباره بزرگترین باند دزدی ملت ایران است حسین شمخانی و علی شمخانی پدر ایشون که حالا یه خورده توضیح قبلا چند توضیح قبلا بدم و بعد به اون موضوع میرسیم قبل از این مسائل هم بحثی از بکنم که امروز یا دیروز حضرت نمیدونم جهان بزرگ کشور فخیمه استعمارگر بریتانیا پادشاه خودشون را تاجگذاری کردند کشوری که در چند صد سال گذشته ملت ها را قارت کردند و کشتند و نابود کردند و میلیون ها میلیون انسان را به خاک و خون کشیدند و استعمار را در سراسر سر جهان پیاده کردند و هنوز هم می کنند یکی از ثروتمندترین ثروتمندترین کسایی که روی کره زمین وجود داره همین خاندان چارلز پادشاه انگلستانه و ایشون این, این, خانواده یکی از سی و هفت خانواده کنترل کننده جهان است به صورتی که در قبل حضور جنابالی دوستان عزیزم عرض کردم از هم حضورتون که قبل از اینکه راجع به قارت صحبت کنیم بزید یک توضیح درباره یک چند رقمی توضیح بدم ببینید فرزندان مله ها و تخم و ترکه در فامیل و همه این که ها به 9867 بالغ شدند 9867 نفر که در امریکا و اروپا و کانادا و انگلستان و هر همه دنیا پخش بله هستند ارتباطات اینا پدرها، مادرها، فامیلا، امه خالا و خانباجی هاشون پنج هزار و و سی دو که در سال بعضی اینا تا ده بار به امریکا و اروپا مسافرت میکنند حالا چگونه ویزا میگیرند؟ چگونه پولاشون رو میبرند؟ اطلاعی در دست نیست و اما قبل از اینکه راجع ها و دار صحبت بکنیم چون اینها تولیدات نفت و پتروشیمی و گاز ملت ایران رو میبرند و میفروشند اجازه بدید یک توضیح بنده خدمت شو بدم در مورد تولیدات نفت و گاز و از پتروشیمی ایران ذکر دولتی در مورد تولید بشکه نفت روزانه 3 میلیون و 571 هزار بشکه است که خود این جمهوری ننگین اعلام کرده اما شاخص های مهم جهانی تولید نفت ایران رو چار میلیون بشکه در روز اعلام کردند صادرات نفت ایران با ذکر دولت ایران یک میلیون و بشکه است حالا در این تحریم جهانی چجوری جوری اینا صادر میشه نمیدونم. اینا نمیدونم قیمت نفت خانم آقایون قیمت نفت امروز در بازار جهانی یا دیروز 70 دلار و 76 سنت تا 74 دلار و 34 سنت نسبت به مرغوبیت نفت هست البته در مقایسه با هفته گذشته که 84 دلار بوده سقوط کرده حالا اگر درآمد آممد روزانه یک میون 9960زار ب رو ضرب در ه پای ه دلار بکنیم درآمد روزانه 1۳ و میلیون و دو۹ ه9۵ دلار است و در درامد سالیانه سال درآد سالانه 40 و8 میلیون و 990 میلیون و 6 دلار میباشد توجه بفهمید این رقم در حدود 50 میلیون دلار است صادرات پتروشیمی ملت ایران در تولید 72 پروداکت 72 محصول با ظرفیت 900 تن در سال یکی ما یکی از بزرگترین تولید کنندگان پتروشیمی در دنیا هستیم از جمله این چیزهایی که تولید میشه نخواهی که در لباس و اینا به کار میبرن نخهای است واینال اتانول اکرولیک اسید الکلیک و و و هزاران دیگر صادرات صادرات پنج ماه 2023 در این پنج ماه اخیر پتروشیمی 18 بیلیون دلار بوده است 18 بیلیون و در تا پایان سال به 32 بیلیون دلار رقم و پیش بینی می شود و اما در مورد گاز رقم به خصوصی وجود ندارد از متریک 63 میلیون هزار میلیون متریک و من 20 میلیارد مل متریک و از این حرفاست که من نتوانستم دقیقا این رو بررسی کنم چون به هر شاخصی که مراجعه می کنیم یه رقم جدید میده بنابراین معلوم نیست اما طبق اعلام اعلام دولت ایران تولید ما 20 میلیون و 100 خورده است 20 بیلیون و 100 خورده میلیون دلار است و اما حسین شمخانی فرزند علی شمخانی که دریابان هم خدای نکرده هستند و ایشون دبیر شورای امنیت ملی که این امنیت سرشون رو بخوره دارای 43 کمپانی در سراسر دنیا و داخل ایران هستند این خانواده 91 کشتی نفت کشت دارن که خدا میدونه هر کدومشون 500 میلیون 400 میلیون 300 میلیون دلار قیمت و اینا اعلان کردن که 10 میلیون دلار از بانک گرفتن از بانک گردشگری گرفتن و اینا رو خریدن و اینها ملک تلق اینا هستش حالا چرا دولت ایران باید دلال بگیره که نفتشو بفروشه سوال است که من اطلاع ندارم نمیدونم شاید یک کسی بتونه جواب این موضوع بده چهار پنج شرکت دیگر هم وجود دارند که در جوار اینها همین کار اینا رو میکنن اما اونها اصلا قابل مقایسه با این پدر و پسر نیستن علی بایندوریان شرکت تریلیانز تریلیانس امام جمعه ادمان نفریه از است که نمیم از کجا اومده عبدالله مؤمنی رستانی که اینها هم با چند تا شرکت دیگه که اونا رو دیگه هستن ذکر میشن. اینا هم یک کارایی میکنن اینا یه نوچه کوچیک کچی هستن و دولت امریکا اینا رو افق امریکا اینا رو چیز کرده دادگاهی کرده ولی حسین شمخانی و پدرش این بیلیون ها بیلیون دلار به امریکا می آورند و میرن و نه در افق خبری هست نه روزنامه ها چیزی مینویسن نه تلویزیون ها حرفی می هستن اصلا انگار که اتفاقی افتاده است علی شمخانی پدر اینا همکارهای داخل ایران هست. پدر علی شمخانی ریاست کل رازنان جهان میر محمدی معاون اقتصادی علی شمخانی یحیی علوی دبیر کل پوششی و مسئول شرکت های وابسته داخل ایران که عبارتند از دو بانک بانک گردشگری بانک اقتصاد نوین شرکت پتروشیمی صنایع فارس و شرکت ملی نفت و شرکت, شرکت ملی گاز و پتروشیمی حالا به گفته خود حسین شمخانی درآمد سالیانه اینا اینا گفته که ما فقط دلار چهار دلار از هر بشکه دریافت کنیم حالا باقیش کجا میره از میکنم دو و نیم بیلیون دلار اینا در سال حق واسطه و دلالیشون میگیرن که در عرض سی و چند سال گذشته به 85 بیلیون دلار رسیده است از کسانی دیگه که با اینها همکاری دارند در داخل کامبیز نویزاده مدیر بانک گردشگری صرافی منصور زرین قلم در داخل و خارج از ایران مدنیزاده مدیر عامل بانک اقتصاد نوین احسان تهیوری یکی از باندهای بینالمللی صرافی و پولشویی که شریک ایناست صرافی ارز ایران و شرکا از شرکا اینا هست حالا بعد تو که چگونه از کار اینا اجازه این فرقه کاغذ مربوطش پیدا کنم به تو میزونم ارزم به حضورتون که چه باید گفت خدایا تولید وقتی ما تولید نفت و پتروشیمی و گاز ایران رو سرهم میکنیم یه رقمی حدود 100 بیلیون دلار 99 بیلیون دلار روی هم رفته رو انجام میشه البته شمخانی ها از نفت 41 درصد میبرند از گاز از گاز 41 درصد میبرند از پتروشیمی 100 درصد 100 درصد بالا ایناست هیچ دیگه دخالتی نداره حالا اگر بیاییم اگر بیایم درآمد کل سالیانه نفت رو نفت و گاز و پتروشیمی رو بنده عرض کردم که طبق این شاخصایی که ما داریم 99 بیلیون و 990 میلیون و 6350 دلار است از این رقم 41 درصد از نفت 41 درصد از گاز و 100 درصد پتروشیمی که 20 میلیون و 85 20 میلیونو. 85 میلیون و 902603 دلار سهمیه 40 دست نفت 8 بیلیون و 200 میلیون دلار سهمیه گاز 31 میلیون دلار خانم آقایان سهمیه پتروشیمی است در جمع اینها در سال 59 بیلیون و 285 میلیون و 902603 دلار از ایران میکنن و میبرن این پولا هرگز برگشت نداره خانم آقای اصلا برگشتی نیست حالا باقی حدود 60 درصد میره میاد اونم پولاش میاد که به بانک ها مثلا میدن بانک ها باز دوره به اینا به اینا و به ست ها نفر دی صد کنم هزاران نفر دزد دیگه داریم که همه اینا رو ما به حضور شما معرفی میکنیم این هفته یک کلیپی از دو دسته از اینا رو به حضورتون ارائه میدم و مرتبا در بین کلیپ هایی که براتون پخش می رو ما پخش خواهیم کرد و به نظر شما خواهیم رسانید حالا با این در حال ها های دیگری به خدمت هست کنم تلا، نغره، سرب، مس، سودیوم، پتاسیوم، لیتیوم، باریوم هزار 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 هزار, و هر دیگرش اصلا اونا جزء درآمدها نیست که اگر درصد کوچیکی از اون درامت رو به صد بیلیون دلار اضافه کنیم درامت ایران میشه دیویست بلیون دلار در سال و شاید بیشتر که نمیدونم حالا با این حساب ملت ما و یک درصد ملت ما در روز یک دلار تا دو نیم دلار درآمد دارند از کردم در دفعه گذاشته همه رو میخورن میبرن تمام این پولایی که میره بیرون سهم بیت کسافت رهبری با سه تا پسرش و دو تا برادرش که هر کدوم اینا نفر 50 60 70 میلیون دلار اول ثروت دارن هر کدوم پسراش و برادرش. خودش که از دو به سیصد هم رد شده بر حال حالا اومدن میگن که ما پول نداریم پول بازش از رو بدیم باید قشم و کیش رو بفروشیم این مزخرف های کسافت های پفیوز دیوز حالا میخوان ملک ایران رو بفروشن اینا خرج فارس رو که اجاره دادن در یه که تقدیم کردن به روستا همین حالا ما از حضور شاهزاده رضا پهلوی تقاضا می کنیم التماس می کنیم که تشریف بیاورند و در یک صحبت جهانی اعلام بفرمایید که علا تشریف بیارید اعلام بفرمایید که آقا تمام شما ملت که الان با این دولت کار میکنید قبول ملت ایران نیست این دولت مورد, مورد قبول ملت ایران نیست بنابراین هر معامله هر بخششی هر قراردادی هر مسئله ای باید داشته باشید در زمان آزادی ایران ملغاست و پول شما از بین میره اینا مرغا میکنیم پول شما از میان خواهد رفت بله با چهل چه... چهار سال سالیانه 100 بیلیون 160 رو ولش کنید 100 بیلیون دلار 100 تریلیون دلار درآمد درآمد ملت ایران بالای 4 تریلیون دلار بوده است و حالا بچه های ما از توی آشغال دونی غذا میخورند کفش ندارند مدرسه ندارند دارو ندارند زندگی ندارند پدران سرشکستند شرمنده خانواده هستند نون را با اقتصاد میخرند خانم آقای به حال آرزومند موفقیت و سلامت همگان هستیم شاید این مطالعات نکته ایش باشد که توجه شما هموطنان عزیز را جلب نماید با عرض رادت زندباد ایران زندباد خاک ایران زندباد خاک ایران زندباد مرس های ایران زندباد تاریخ و فرهنگ ایران زنده و پاینده با ملت ایران ملت جاودانه در اون و برون مرز زنده و پاینده و سلامت باد رضا پهلوی رضا پهلوی برگزیده ملت ایران شاهزاده ایران و مهربانو یاسمین پهلوی و خانواده های مربوطه با سپاس و درود